روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه برابر با 13 ماه فوریه در خدمت شما هستیم. ایمان سلیمانی امیری ضمن عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک که بینندگان گرامی، پیرامون زندگانی علی ابن ابی طالب برنامه سومی است که در خدمت شما خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت با تمرکز بر زیست سیاسی، افکار سیاسی و رفتار و اعمال حاکمیتی علی ابن ابی طالب. چند نکته رو به عنوان مقدمه عرض بکنم. عزیزانی که تمایل دارند در مورد جزئیات زندگی علی با منابع متعدد تاریخی مطالبی رو بشنوند، در کانال یوتیوب بنده وجود داره. یعنی ما زندگانی علی ابن ابی طالب رو حدود 26 جلسه ادامه دادیم و در موقعیتی هستیم که پیرامون حکمیت بعد از جنگ صفین هست و ادامه داره اون مباحث. به همین دلیل در برنامه بازشناسی باورها نگاه ما کمی کلی‌تره و غالبا هم به مفاهیم و وقایعی میپردازیم که پیرامون فهم سیاست علی ابن ابی طالب میتونه به ما کمک بکنه. بنابراین اگر به دنبال اشراف بر جزئیات زندگی او هستید و البته استفاده از منابع متعدد تاریخی، میتونید به کانال یوتیوب بنده مراجعه بکنید. در آنجا هم زندگانی حسین ابن علی در حدود 14-15 جلسه و هم زندگانی علی که همکنون به 26 جلسهش هم رسیدیم موجود هست. به همین دلیل بحث ما در بازشناسی باورها پیرامون کلیاتی از زندگانی اوست. مجبوریم بخشهایی از زندگی شخصی او رو که شاید موضوعیت نداره ازش عبور بکنیم و به سمتی بریم که میتونه برای ما مهم باشه. اهمیت این مسئله از اونجاست که بسیاری از این افراد چه اعمالشون و چه سیاستها و افکارشون مبدأ قانونگذاری شده، مبنای یک حکم قرار گرفته، مبنای مشروعیت قرار گرفته. یعنی اگر شما امروز به جمهوری اسلامی نگاه بکنید، مبنای مشروعیت خودش رو از درون همین مؤلفه های مثل امامت میگیره، هرچند در جایی مجبور یک پلی بزنه، یک ریلی در کنار ریل امامت ایجاد بکنه و ولایت فقیه رو تبیین بکنه، اما مبنا برگرفته است همان اندیشه های امامان شیعه است. احکام اونها هم به همین نحوه، یعنی اونها سعی میکنن احکام جامعه خودشون رو هم با همان سبک و سیاقی که میپسندن در درون اون بسته فکری دینی یا ایدئولوژیک به اونها داده شده رو اجرایی بکنن. هرچند خب شدت و ضعف داره، یعنی گاهی دست میکشن گاهی اون رو اجرا میکنن، اما جدا از اون بستر نیستن. و برای فهم بهتر رفتارهای چنین رژیم هایی شما باید به ایدئولوژی اون رژیم اشراف داشته باشید، به مبانی و خواستگاه اون اندیشه ها آگاه باشید، وگرنه در معادلاتتون با اون رژیم دچار خطا خواهید شد. به همین دلیلی که خیلی از رفتارهای رژیم جمهوری اسلامی برای خیلی از کارشناسان ما قابل فهم نیست و بعد از اینکه کاری صورت گرفت و فجایعی به بار آمد، حالا تازه میرن دنبال عللش. یعنی شما اگر به قبل از سال 57 مراجعه میکردید، خواستگاه فکری و اندیشه های روح الله خمینی رو میدانستید، همان موقع میتوانستید نسبت به اون حداقل مشکوک باشید، این اطمینان رو به او ندهید که در پرتو اندیشه های او دموکراسی خواهد آمد، حقوق بشر خواهد آمد. نه، چون این چیزی نیست. چون ما نمیدانیم اینها رو، در نتیجه اعتماد میکنیم، اطمینان میکنیم به یک چنین شخصی و زمانی از اون خواب بیدار میشیم که با صدای اذان صبحشون شروع میکنن به بالا کشیدن طنابهای دار، ما اون موقع متوجه میشیم. به همین دلیلی که زمینه ها و خواستگاه ها خیلی اهمیت دارن. گاهی هم افرادی رو داریم که چون خودشون مبتلا هستن به این آیین، به این دین، به این ایدئولوژی، از پذیرش حقیقت
سر باز میزنن و من با این پدیده بارها برخورد داشتم. یعنی کسانی که به ظاهر تحصیل کردگان در غربن، مدعی هستند ما جهان غرب رو دیدیم، اهل منطقیم، اهل استدلالیم، اما تا زمانی که اسناد این ایدئولوژی رو برای اونها میخوانید باز هم قبول نمیکنن، باز هم نمیخوان بپذیرن که بسیاری از رفتارهای رژیم منشأش در همان زیست سیاسی است که بزرگان صدر اسلام داشتن. نمیخوان بپذیرن، در واقع سعی میکنن با حقیقت بجنگن، با واقعیت بجنگن، با اسناد مبارزه بکنن. وقتی متوجه این مسئله نمیشیم، خب طبیعی تاوانش رو هم باید بدیم. همین موضوع در جنبه های دیگه جامعه ما هم وجود داره. یعنی کسانی که به یک ایدئولوژی باور دارن، به یک عقیده باور دارن، زمانی که شما اسنادی رو ارائه میکنید به جای اینکه بپذیرن خشمگین میشن، دست به تخریب میزنن. ما اسناد وجود داره، اگر مطالعه نکردید یا مطالعه هم کردید اما انقدر غرض دارید که نمیخواید این واقعیت ها رو بپذیری، پس شما هم در ایجاد وضع فعلی دخیلید. اگر کار روشنگری دهه ها قبل از انقلاب ایران انجام میشد، هر کسی جرأت نداشت بیاد و یک ایدئولوژی به نام ولایت فقیه، یک مبنای مشروعیتی به نام امامت و بعد تکیه بر قوانین شرعی رو خیلی راحت به مردم بقبولونه. چون ما نخواستیم اینها رو بخوانیم، نخواستیم ببینیم. هر کسی هم آمد حرف زد، گفتیم آقا با عقاید مردم بازی نکنید، احترام بگذارید، هر کسی عقیده ای داره و عقیدهش محترمه، طوری به جنبه مغالطاتیش نداریم. ما اساساً علم زمانی پیشرفت میکنه که عقاید مورد نقد قرار بگیرن. اگر عقاید محترمن به این عنوان که نقد نشوند، ما امروز باید همانند انسان‌های اولیه زندگی می‌کردیم با همان مناسبات، نقد نمی‌کردیم. همین افراد هستند که سبب ایستایی جامعه میشن. به بهانه اینکه مردم ناراحت میشوند حرف نزنید، واقعیت‌ها رو نگید، بذارید مردم در همون اشتباه خودشون خوشحال باشن. در امر دیانت همین وضعه، در امر سیاست همین وضعه، در مسائل تاریخی و اجتماعی همین وضعه. شما اگر میخواید بدونید چرا جامعه ما ایستاست، نگاه کنید ما چند نفر افراد داشتیم که برخلاف موج شنا کردن. نداریم، خیلی کمن. طرف 40 سال رادیو تلویزیون دستشه، کارنامه‌اش رو نگاه کنید یه پاراگراف مطلب جدید بیرون نیامد. فقط بهبه و چهچه نسبت به مطلوب بودن وضع فعلی است. فقط میگن خب چرا گرفتار خمینی شدیم؟ چون عقاید او که عقیده عموم جامعه بود نقد نشد. خطاهای منطقی و استدلالیش مشخص نشد. مشخص نکردیم که او اگر قدرت بگیره، مشی او در امر سیاسی از کجا بیرون میاد؟ با چه تفکری میخواد جامعه رو اداره بکنه؟ عده‌ای هم که متملق و چاپلوس یک تاریخ ایدئولوژیک برای ما ساختن که ما آن دوران رو دوران خوب دیدیم. برگردیم به کوفه سال 40 تا 45، چه دوران خوبی بود آن زمان که علی ابن ابی طالب یه گونی بر پشت دوش میذاشت به خانه مردم میرفت نان میداد. اینها رو بر مردم میگیم، جنبه قلوب آمیزشه، جنبه دروغی نشه، چون علی ابن ابی طالب نیاز به این کارها نداشت. ما یادمون میره در همون کوفه بعد از جنگ صفین، در هر کوچه کوی برزنی صدای شیون یک زن بلنده که شوهرش رو در جنگ صفین از دست داد، جوانش رو در جنگ نهروان از دست داد، در جنگ ایدئولوژی که میانه علی با گروه های مخالف خودش. ما اونها رو نمیگیم برای مردم. بعد از صفین وقتی علی وارد کوفه شد، دید پر از سر و صداست در داخل کوچه ها. گفت چرا این زنان رو ساکت نمی کنی؟ یکی از یاران علی به او گفت مگه یکی دو خانه است؟
تمام خانه های کوفه عزادار داره. 90 هزار نفر در صفین کشته شدن. همان جنگی که علی ابن ابی طالب بر مبنای حق و باطل، اسلام و کفر تبیینش کرده بود. برویم به سراغ باقی مانده احزاب. خطبه علی در کوفه است. بله، یتیمان کوفه حاصل همان جنگ هایی است که علی را انداخته، وگرنه نیازی نبوده شما بر فرض که حالا صحت تاریخی هم نداره، یه گونی بر پشت بذارید، نان و پنیری بگیرید، برید سراغ یتیمان کوفه. کی اونا رو یتیم کرده؟ اگه بابا بالا سرشون بود که یتیم نمی شدن، زندگیشون هم بود. فرزن که نان و پنیری هم دادی، مهر پدری کجا میره؟ ما اینها رو درک نمی کنیم. وقتی اسناد ارائه میشه، سلیمانی با عقاید مردم بازی نکنیم. بذارید مردم ما تو همون همای رحمت دلخوش باشن. بذارید پیامبر اسلام رو مکارم اخلاق بدانن. اشکالی نداره بدانید، اما اول بدانید. اگر از دل این وقایع شما میتوانید همای رحمت بیرون بیارید، خب بیارید، اشکال نداره. اما چه چیزی شما رو میترسونه از اینکه وقایع تاریخی روشن باشه؟ اینایی که من ننوشتم، بزرگان شما نوشتن. ما فقط اونها رو بازخوانی میکنیم، تبیین میکنیم، تفسیر میکنیم که مردم بدونن این وضعیت شوم و نکبتبار حاصل چه تفکری است، حاصل چه اعتقادی است. هر کس طرفدار یک نهله ای است، وقتی مورد نقد قرار میگیره بلافاصله اتهام بزنیم دیگه. خب فرضاً اتهام زدید، سلیمانی هم نبود، استاد مشیری هم نبود، جناب فاضلی هم نبود، خیلی همه نبودن، اما اسناد که موجوده، دیگرانی میان اونها رو میخونن، رسانه های دیگری اونها رو پخش میکنن. زمانی انحصار خبر دست صدا و سیماست، هر چی دلش میخواد تبلیغ میکنه. اما اون دوران تمام میشه. تکنولوژی این ابزار رو در اختیار جوانان قرار میده که از یک دریچه کوچکی در یک پلتفرمی با مردم صحبت کنن. اون وقت دیگه میلیون ها دلار سرمایه گذاری شما بر روی یک شبکه بیفایده است. مردم امروز تشنه شنیدن حرفای جدیدن. بسیاری از این افراد رو شما نگاه بکنید در پلتفرم ها صحبت میکنن، 10 نفر هم جمع نمیشن پای صحبتشون. چرا؟ چون حرفا تکراری است، چیز جدیدی به اونا داده نمیشه. امروز صداهای جدید باید شنیده بشه که در اون علاوه بر آگاهی، شجاعت، کار تبیین رو هم به عهده بگیره، با مردم سخن بگه. علل بیماری جامعه ما چیست؟ چرا فرهنگ ما اینه؟ نمیشه اینها رو زیر فرش گذاشت ندید. جوامع غربی نیامدن بیماری خودشون رو مخفی بکنن، چون اون وقت پزشک نمیتونه اون رو درمان بکنه. شما به نزد یک پزشک برو، بگه حالت چطوره؟ بگه خوبم. کجا درد میکنه؟ هیچ جا. دیگه پزشک از کجا میفهمه که شما چه مریضی دارید؟ کار بسیاری از کارشناسان ما همین، مخفی کردن بیماری جامعه. وقتی میگیم دین به این دلیل، به این دلیل، با این فکت، با این سند، این مشکل رو ایجاد کرده، میگن نخیر، این کار آخونداست، دین خودش خیلی خوبه. میگه خب این آخونده کجا آورده؟ میشه به من بگی؟ ذهن خودش آورده. ما رفتار این آخوند رو تطبیق میدیم با فلان روایت، با فلان آیه قرآن، با فلان سنت نبی. حالا چه میکنیم؟ کتمان بسیاری از همین هاست که بیماری جامعه ما رو کنار گذاشت. تا حرف میزنید آقا اسلام ستیزی نکنید، یکی از این سیاسیون هم اشاره کرده بود قرار اسلام ستیزی بکنید همین جمهوری اسلامی بماند بهتر. یعنی ایشون حاضره جنایتکارترین رژیم بمونه اما کسی نقد اسلام نکنه. وقت میخواد جامعه به سمت عقلانیت بره، مگه میشه؟ عقلانیت یعنی شما بدیهی ترین باورهای خود شک کنی. اساس مدرنیته و عقل اینه. یعنی من سلیمانی اگه تا دیروز پیش فرض هایی داشتم،
امروز یه بار باید فکر کنم که اون بدیهیات واقعا بدیهیه، درسته، عقلانیه. اگه میتونم دفاع کنم خب دلیل اقامه کنم، اگه نمیتونم باید بذارمش کنار. خمینی ها، شریعتی ها آمدن و گفتن آقا این رژیم به درد نمیخوره، برگردیم به سراغ صدر اسلام، شیعه علوی بشویم، شیعه صفوی نشویم. کسی هم که نمیدونه شیعه علوی یعنی چی، کدوم کتاب خوانده بودی؟ هنوز تو همین فضاهای اجتماعی وقتی ما با این آخوندها بحث میکنیم، با گروه های مختلف بحث میکنیم، خیلی از مردم این کتاب ها رو نشنیدن، نخوندن. چه کسی حوصله میکنه بره کتب اربعه شیعه رو بخونه، هر کدوم 6-7 جلده؟ کی میره 15-16 جلد تاریخ طبری بخونه، 20 جلد شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید بخونه، 15 جلد شرح نهج البلاغه مکارم شیرازی رو بخونه، 5-6 جلد کتاب ابن میثم بهرانی؟ کسی نمیره بخونه. همه چی حاضر آماده بوده دیگه، آخون رو منبر میگفت ما هم باور میکردیم. اجازه ندادن مردم ما شجاعانه به این وقایع پی ببرن، هی انگ و ننگ و فلان. آقا نکنید با عقاید مردم بازی نکنید. خب همون عقایده که جامعه رو به این روز انداخته. اگر خوبه خب تشریف بیارید دفاع بکنید، اگر نمیتونید دفاع بکنید کارشکنی نکنید. آقا سلیمانی اینجا حرف نزنه، جای دیگه حرفشو میزنه، توی تلویزیون دیگه، توی برنامه دیگه. و خوشبختانه نسل جوان ما امروز به قدری شجاع شده. من کار نقد دین رو شما نگاه بکنید، در همه فضاها شایع شد، این شجاعت تزریق شده به جامعه. بزرگانی از ابتدا آغاز کردن، دیگران اون رو ادامه دادن، و امروز جوانان و نوجوانان رو شما ببینید چقدر شجاعانه در برابر روحانیت در همین فضاهای گفتگو قرار میگیرن و با دلیل و منطق اونها رو عقب میرونن. 40 سال قبل همین بزرگانم از آخون میترسیدن، همینه که امروز شجاع شدن، به اصطلاح کارشناسن، 80 سال سنشونه، 70 سال سنشونه. یه آخوند ساده جلوشون قرار میگرفت نمیتونستن عقاید اونو نقد کنن، نه سوادشو داشتن نه شجاعتشو داشتن. بعد میگن چرا آخون قدرت گرفت؟ خب آخه عزیزم شما که تا 40 سال قبل جلو آخون میشستید، دو زانو میشستید، لباسشو میبوسیدی، یه تار موی ریششو میگرفتی میبردی خونه تبرک، بعد میگه آخون چرا قدرت گرفت؟ دو نفر هم حرف میزدن اجازه نمیدادن، چون آخون سوار بر فکر مردم بود، بر ذهن مردم بود. 4 نفر هم میخواستن بیان یک عقیده روحانیت رو حالا در حد خیلی ساده هم نقد بکنن، جلوشو میگرفتن اجازه نمیدن. امروز هم همین فضای رسانه‌ای شده، 4 تا شبکه ای نباشه که 4 نفر آدم منتقد رو بیاره، بقیه رسانه های روزمرگی بشینیم راجع به انتخابات صحبت کنیم و سید علی رفت و سید محمد اومد و سید محمد رفت و سید حسن اومد و همین بحث ساده آبکی. 4 تا مفهوم در حوزه سیاست تولید کردیم ما، همون آخوندی که ولایت فقیه رو تئوریزه کرده، آیا ما تونستیم دیدگاه جدید و مدرن تولید کنیم در حوزه سیاست که مردم رو جذب کنه؟ نه، نیاز ندیدیم، تمرین نکردیم، فکر نکردیم، با کسی هم گفتگو نکردیم که نقاط ضعف ما مشخص بشه. 80% این کارشناسان رسانه‌ها رو شما نگاه کنید در هیچ فضای عمومی نیستن. بیایید در کلاب هاوس، برید در شبکه هایی که با مردم، ببینید چقدر مردم آگاه، خیلی آگاه تر از خیلی از کارشناسان هستن. گفتمان ها اینطوری تولید میشه. زمانی که آخوند داشت گفتمان ولایت فقیه خودش رو میساخت، از ملا احمد نراقی ها به بعد، گروه های دیگر ما به دنبال این بودن که شوروی کمونیستی بشن، یکی دیگه دنبال این بود که برگردیم به دوران ایران باستان. اون یکی هیچ چیز جدید تولید نکرد، یا آریه ای بود از شوروی و از کشورهای دیگه بگیریم، چپ هستیم ما مثلا. خب چیزی از خودت نداری؟ نه، بر رفیق استالین گفته دیگه، تئوریزه کرده، یا استالینیست هستیم یا لنینیست هستیم، یه چیزایی میاریم اونا وصل میکنیم به جامعه خودمون بدون اینکه از مردم رو بشناسن. یه گروه دیگه بریم سراغ یزدگرد سوم،
بریم سراغ خسرو انوشیروان. عزیز من، خسرو انوشیروان مال دوران گذشته بوده، امروز مقتضیات جامعه عوض شده. شما بر همون اساس هم اگر باشی باید امروز چیزهایی تولید بکنی، گفتمانی بسازی که متناسب با امروز باشه، وگرنه میخوای برگردی به اون عصر. یکی کتاب تاریخ رو جلوت باز میکنه، میگه آقا این مشخصات اون عصره، کما اینکه ما در دوران زندگی علی ابن ابی طالب داریم همین کارو میکنیم. یعنی نشان بدیم این آخوند که صبح تا شب میشینه میگه حکومت عدل علی، میخوایم نشان بدیم که این حکومت عدل علی چه حکومتی بود. میخوای برگردی به اون دوران، این ویژگیشه. تصور کن که داری در اون زمان در کوچه پس کوچه های کوفه قدم میزنی، اگر تو رو با زن غریبه بگیرن میبرن تو شلاقت میزنن، اگر شرب خمر بکنی مثل اون دوست علی شاعرش نجاشی میگیرنت 800 ضربه شلاقت هم میزنن. نجاشی شاعر علی بود، در خانه خود شرب خمر جاسوسان علی آمدن به او خبر دادن که آقا میدونی نجاشی تو خونش شرب خمر کرده، گفت برید بیاریدش. آوردنش 100 ضربه شلاق رو بزنید. نجاشی گفت آقا 80 ضربه چرا 100 ضربه؟ گفت 20 ضربه هم به خاطر اینکه ماه رمضان این کارو کرد. بعد نجاشی گذاشت رفت پیش معاویه، شما این حکومت رو میخوای؟ معقل ابن قیس رو میفرست. حالا ما اینا رو میخونیم یواش یواش، میخوام عرض کنم فقط تو ذهنتون تصور کنی که برو من ناجیه رو به فرمان من در بیار. معقل ابن قیس بلند شد رفت زنان و کودکان مردم رو به عنوان برده و کنیز گرفت بعد از سرکوبی قریص ابن راشد از بنی ناجیه. آمدن میانه ای را، مسقلت ابن عبیره شیبانی گفت آقا این زن و بچه کجان؟ گفت آقا اینا مال فلان منطقه هستن، ما اینا رو گرفتیم داریم میبریم کوفه بفروشیم. مسقلت ابن عبیره ای دید این زنان و کودکان مردم گریه و زاری میکنه، گفت اینا رو من میخرم. توافق کردن به 500,000 درهم که ایشون این زنان و کودکان رو بخره. معقل نامه نوشت به علی که آقای همچین داستانی بفروشم؟ خب بله بفروش. معقل ابن قیس زنان و کودکان رو فروخت به مسقلت ابن عبیره شیبانی، او هم زنان و کودکان رو آزاد کرد. خب بری علی به مسقله نامه نوشت که آقا پول منو بده، یعنی پول برد فروشی منو بده. آنقدر فشار آورد که مسقله نصف پول رو داد و بابا من بقیه پول دیگه ندارم. فرار کرد رفت به طرف معاویه. یعنی امامی که بیت المالش با برده فروشی است، حالا ما اینا رو بعدا خواهیم خواند، در نهج البلاغه آمده، اون خود دوستان شیعه میخوان نگاه بکنن، یه خطبه ای هست عنوانش اینه خداوند مسقله را خیر ندهد. اینو بخونی بعد برید شرح نهج البلاغه مکارم و ابن ابوالحدید و دیگران رو بخونید، ببینید در توضیح این خطبه چه آمده، واقعی تاریخیش چی بوده. علی ابن ابی طالب پول برده فروشیشو میخواسته. شما میخوای برگردی به اون کوفه؟ شما میخوای برگردی به همون کوفه ای که هر روز یک بانگ اذانی، یک بانگ سر و صدایی از مسجد میامد، جمع شیم بریم به طرف بصره، میخوایم بجنگیم با طلحه و زبیر، میخوایم بجنگیم با معاویه، میخوایم بجنگیم با دوستانمون که امروز در نهروان جمع شدن؟ کوفه آن زمان این بوده. اولین ساختمان زندان رو علی ساخت، دو تا زندان ساخت در کوفه، قبلا زندان وجود نداشت. اگه کسی مجرمی بود می آوردن در خانه یکی مثلا محبوسش میکرد که فردا صبح بیاری مجازاتش کنیم بری. علی در کوفه دو تا زندان ساخت. یعنی آنقدر مخالفان او و گروه های دیگه زیاد بودن که ایشون دیگه خونه ها کفاف نمیکرد. نیروهای جاسوس، همین امر به معروفی که شما میبینید، نیروهای جاسوس علی در کوچه پس کوچه های کوفه میگشتن. جاریت ابن قدامه یکی از اونهاست، ابو لیلا یکی از اونهاست، مالک ابن حبیب یربوعی یکی از اونهاست. ما وقتی جامعه کوفه رو نمیشناختیم، نمیشناسیم، مطالعه نمی کنیم، شریعتی هایی میاین، شیعه صفوی بد است، بریم سراغ شیعه علوی.
ما باور میکنیم، میگیم چه بسا بتونیم امروز تهران رو هم کوفه بکنیم. و بعد وقتی بانگ اذانی برای کشتن زنان و کودکان بلند میشه، برای ما تعجب آوره. این شعارهای ننگ و نفرین بر دین و آیین شما که امروزه برد زبان مردم ماست، حاصل سالها پژوهش و روشنگری است در این زمین. اگر نه از این پیروپاتالهای ما این چیزا بر نمیاد. اینا که امروز میشن آخوند نقد میکنن، 40 سال قبل جلوی یک آخوند دوزاری محل دوزانویی میشستن. همین دلیل به نسل جوانمون باید امید داشت، اگر نه از دل اونها چیزی بیرون نمیاد. خب بریم سر اصل داستانمون. ما به اینجا رسیدیم که در درون ایدئولوژی انسانها تربیت میشن که چگونه رفتار بکنن، چگونه عمل بکنن. حتی بحث بر سر اینه که چگونه به اونها پاداش داده میشه. یعنی کسانی که در درون ایدئولوژی کارهای انجام دادن و بعد از سوی صاحب ایدئولوژی، شارع یا هر کس دیگری، یک مسئولیتی به اونها داده میشه و این بسیار مسئله خطرناکی است. یعنی افرادی که در درون یک ایدئولوژی به خاطر حالا یا خدمات یا ویژگی ها از یک مسئولیت قضایی برخوردارن. چرا این موضوع اهمیت داره؟ به این خاطر که ما وقتی در زندگی علی نگاه میکنیم، هرچند من در برنامه پیشین عرض کردم اینها جز عشره مبشره شدند، یعنی کسانی که پیامبر اسلام به اونها وعده داد که در بهشت در کنار من هستی، و بعد اینها رفتارهایی انجام میدادند که گویی همیشه بر حق بر. گناهان اونها بخشیده شده و شاید این امر از نظر شما عجیب باشه، اما در اون زمان اینطور نبود. بذاری من یه سندی رو بخوانیم از امام بخاری و بعد یک نقل قولی رو هم از واقدی بیاریم که چگونه این افراد خودشون رو مسئول میدانستن از اینکه اگر هم خلاف کردیم خداوند ما رو عقوبت بکنه. خب داستان برمیگرده به نزاعی که میان یکی از طرفداران عثمان با یکی از طرفداران علی است. امام بخاری در صفحه در حدیث 3081 در کتاب صحیح خودش این را آورده و سعد ابن عبیده روایت است که ابو عبدالرحمن هواخواه عثمان به ابن عطیه هواخواه علی گفت: همانا میدانم که چه چیز یار تو را، یعنی منظورش علیه، به خون ریزی جرأت داده است. یا آقا این علی چرا اینقدر دنبال جنگ؟ خون مردم براش چندان اهمیت نداره. میگه من به تو میگم چرا اینطوریه. و داستان یک شخصی رو میاره که حالا من در روایت بعدی میخونم، حاتب بن ابی بلتعه، که این هم یک روایت جالبیست، اونم اشاره خواهم کرد. هواخواه عثمان این داستان رو میاره، بعد اشاره میکنه، حالا من داستان رو بگم چون مهمه این مسئله. زمانی که پیامبر اسلام تصمیم میگیره مکه رو فتح کنه، به کسی نمیگه، یعنی میخواست این مسئله مخفی بمونه که مردم مکه آماده نشن برای دفاع، چون یک پیمانی میان محمد و اهل مکه بود. حالا بنا به دلایل مختلفی محمد تصمیم میگیره حمله کنه به مکه بر اساس اون نزاعی که رخ داده. حاتب ابن ابی بلتعه از یاران محمد بود، از یاران قدیمی محمد هم. دوستانی در مکه داشت و پیشاوندانش بودند و اینها. ایشون یه خانومی رو به عنوان پیام رسان میفرسته به همراه یک نامه که شما برو به مردم مکه خبر بده که محمد قصد داره با نیروی خودش به مکه حمله بکنه. او زمانی که میره جاسوسان محمد به او خبر میدن که حاتب ابن ابی بلتعه چنین کرده. علی و زبیر رو میفرسته، میگه شما برید از این خانوم این نامه رو بگیرید. خلاصه اونا مراجعه میکنن به نزد اون بانو و بهش میگن که شما ظاهرا نامه ای رو میخوای ببری به اهل مکه بدی. خانوم میگه نه، من همچین پیغامی ندارم و اینها.
علی او رو تهدید میکنه که اگر این کارو نکنی من تو رو برهنه میکنم و تمام بدن تو میگردم. دقت کنید دوستان، این همین شکنجه ها رو دیدید در زندان ها انجام میدن. یعنی اساس بر سر اینه که اگر شما احساس بکنید که یک شخصی اطلاعی داره، آگاهی هایی داره، اما نمیخواد به شما بده، شما او رو تهدید بکنید و اینکه من با تو مثلا فلان کار رو میکنم، حد که حرمتت میکنم، حد که حیثیتت میکنم، که اون اطلاعات رو بده به شما. اینا مبانی شکنجه است. یعنی اگر میخواید فهم کنید که در زندان های جمهوری اسلامی تجاوز میکنن، اون برای تمتع جنسی این کار رو نمیکنه. اون میگه نه، این خانم اطلاعاتی داره مثلا از گروه خودش یا از دوستان خودش، اما نمیخواد به ما بده. چطور بتونیم این خانم رو تحت فشار بذاریم؟ اگر برهنش بکنیم، او از نظر روانی یا روحی میشکنه. پس او رو تهدید میکنیم به این کار. شما بازجویی هایی که از اون زن سعید امامی ها و اینها گهگاه درس کرده دیدید چگونه سعی میکنند زنان رو با مسائل جنسی شکنجه بکنن. نگید آخوند اینو میکنه، نه، این ریشش مال علی بن ابی طالب. همینجا که الان اشاره کرد، میگه آقا من میدونم تو نامه داری، میدونم اطلاع داری، اگه ندی برهنت میکنم تمام اندام های بدنت رو میگردم ببینم کجا قایمش کردی. اسلام ستیزی نکنید، نگید اینا رو، بگید فقط خلخالی این کارو میکنه، اون آخونده این کارو میکنه. نه دوستان، این فریبکاری عمدی رو کنار بذارید. اون بانو برگشت گفت که خب بفرمایید دیگه، به هر حال من یک زن مسلمانم، به هر حال یک آبرویی دارم و اینها، این کارا رو نکنید. بنابراین نامه رو داد به علی بن ابی طالب. آمدن به نزد محمد، گفتن بله بفرمایید. ایشون حامل پیامی بود به اهل مکه. خب حاتب بن ابی بلتعه رو آوردن کنار محمد. عمر گفتش که یا رسول الله دستور بده من گردنشو بزنم، این منافقه. خب ادامه داستان رو بریم ببینیم بخاری چه میگه. این خلاصه‌ش رو عرض کردم. عمر گفت اجازه بده که گردن او را بزنم، زیرا وی منافقت کرده است. آن حضرت گفت تو چه میدانی؟ خداوند بر دلهای کسانی که در جنگ بدر حاضر شده اند آگاه بوده که گفته است هر آنچه میخواهید بکنید. دقت کنید، محمد به عمر میگه که اینا اهل بدرن، یعنی حاتب و دیگران. خداوند گفته شما هر کاری دلتون میخواد بهت بکنید، شما از مجازات معافی، مثلا از کشته شدن معافی، چون خدا از شما راضی است. ابو عبدالرحمن داره اینجا میگه که میدونی چون علی از جنگ بدره و این تفکرات در ذهنش نقش بسته که هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه، بنابراین او رو جرأت داده در خون ریزی. پس همین است که علی را جرأت داده است. در صفحه 490 و 491 جلد سوم کتاب صحیح بخاری، حدیث 3082. چون من این مسئله رو میخونم به این دلیل که در درون ایدئولوژی ها گاهی افرادی دست به جنایت میزنن اما خیلی بی‌پرده. شما خلخالی رو دیدید؟ اگه خاطرات او رو خوانده باشید، او در کشتن افراد اصلا تجسس و تحقیق و انعطاف به خرج نمیداد. دلیلش چی میتونست باشه به نظر شما؟ دلیلش این بود که او به کسی پاسخگو نبود به غیر از خمینی. یعنی خمینی او رو مأمور کرد، گفت شیخ صادق تو برو این قائله رو تمام کن، حالا گروه های مخالف ما رو خیلی راحت محاکمه بکن و اینها. خب وقتی این قاضی، حالا هر کسی، احساس کنه که ایدئولوژی یا اون حاکم یا اون ایدئولوگ از او حمایت کرده، در ریختن خون مردم خیلی بی‌پرواست، چون قرار نیست به کسی پاسخ بده، قرار نیست کسی او رو زیر سوال ببره، و از اون طرف هم در خدمت ایدئولوژی هرچی بیشتر بکشه
در درون اون ایدئولوژی محبوب تره، میشه قاضی القضات، میشه انسان انقلابی، میشه مخلص. به همین دلیل اگر چهار تا آدم درست حسابی هم اون زمان میگفتن آقا اینا آدمای بیگناهن، خب حالا درسته در خدمت یه رژیمی بوده اما که آدم که نکشتن، ما برای اونها معنی نداره. کسی که در خدمت ایدئولوژیه براش معنی نداره که خارج از ایدئولوژی بیگناه باشه. نه، همه گناهکارن به غیر از کسانی که تعهد میدن به اون ایدئولوژی. این فرض اولیه این افراده. از نظر علی ابن ابی طالب همه گناهکار و گمراه هستن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بعضی از نزاهایی که میان علی و دیگران رخ داده حاصل چه چیزی است؟ اینکه پیامبر اسلام بارها اشاره کرد که علی در کار خدا سختگیر است. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که علی ابن ابی طالب احساس میکنه هر چقدر در راستای اون ایدئولوژی حرکت بکنه، خشنتر باشه، خدا او رو بیشتر دوست داره. حتی کار به جایی رسیده بود که از خود پیامبر اسلام هم جلوتر رفته. اینا رو عرض میکنم به عنوان اینکه شما وقتی میخواید رفتار علی رو بعدها در مواجهه با ایرانیان گرفته یا افراد دیگه فهم کنید، بدونید شما با کی روبرو هستید. چون گاهی قرائت ها برعکس شده، یعنی علی رو به عنوان یک شخصیتی نشان دادن که ظاهرا در طیف مسلمانان متساهل ترین و متسامح ترین و مداراگرترین آدم بوده، در حالی که کاملا خطاست. یا چهرهای متساهل هم داشتیم، متسامح هم داشتیم، مثل عثمان. عثمان یکی از اونها. اما علی در طیف دیگر قرار میگیره. در شما جزء تندروترین افراد جبهه اسلام علی رو میبینید که حتی از محمد هم گاهی قدم جلوتر گذاشته در سخت گیری. یکی از اونها خواهر او بود، امهانی، خواهر علی. در فتح مکه آمد وارد خانه خواهر خودش شد که بره حبیره و ابی ربیعه و اینا رو بکشه. امهانی اونو نگه داشت، اونو فرار کردن. علی زد به سینه خواهرش، او رو پرت کرد به یه گوشه ای. امهانی آمد به نزد محمد که یا رسول الله، پسر مادرم با من این کارو کرده. منظورش علیه، برادر من، پسر مادرم، حالا اون لفظی که اونا به کار می‌برن. گفت داستان چیه؟ گفت آقا آمد در خانه من که شوهر منو بکشه، یکی دوتا مهمانی هم که در خانه من بودن بکشه. محمد برگشت گفتش که من به کسانی که امهانی پناه داده پناه دادم. یعنی باز محمد یه انعطافی داشت، با اینکه انسان دوگمی بود اما حداقل یه اندازه انعطاف داشت. اما علی ابن ابی طالب از اون هم تندتر بود. بعد ما ایرانیان فکر میکنیم که این یکی تازه از طیف متساهله. کی اینو برای ما به شکل دروغین ساخته؟ همین ایدئولوگ‌ها، همون شعرایی که میگن همای رحمت، همای پرنده بلند پرواز، یعنی در بالاترین سطح رحمت علی قرار داره. هیچ چیز مضحک‌تر از این نیست. در نزاعی که میان علی و عثمان رخ داده بود، من حرف داخل حرف میاد ولی اهمیت داره، عثمان به علی میگه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست نداره؟ قریش قبیله اصلی این هاست. علی از بیت بنی هاشمه، عثمان از بیت بنی امیه است، از شاخه آسیش. و من چیکار بکنم که قریش تو رو دوست نداره؟ تو 40 نفر از جوانان قریش رو کشتی که صورتشون مثل ماه میدرخشید. چون قریش که قبیله یا خانواده اصلی این دو نفره، یعنی علی و عثمان، عثمان رو دوست داشتن، علاقه داشتن، اما علی رو دوست نداشتن. ریشش برمیگرده به این که این آقا نزدیک به 40 نفر از همون جوانان قریش رو کشته بود در جنگ‌های بدر و احد و خندق و جاهای دیگه. یعنی خانواده این آقا
بستگان این آقا، اجداد این آقا، خانواده هاشون این آقا رو دوست نداشتن چون آدمای اونا رو کشته بود. بعد ما ایرانیان فکر میکنیم که آقا اینشون خیلی نسبت به ما مهربان بوده، اسلام رو ول میکرد گاهی برای ما ایرانیان دل میسوزد. میخوام عرض کنم چند اندازه ما در خطا قرار داریم و متاسفانه اگه اینا رو فهم نکنیم، کسانی که متولیان این ایدئولوژی هستند رو بر صدر مینشونیم، قدرت رو به اونها میدیم و بعد مجبوریم هر گونه ظلم و ستم رو تحمل بکنیم. خب بریم سراغ بقیه مسئله. خب علی در خانواده‌ای به دنیا میاد، نام پدرش عبدمناف، که به خاطر پسر بزرگش طالب به ابی طالب معروف میشه. مناف نامی بت بود، در واقع منات، و این نشان میده که پدر بزرگ علی یعنی عبدالمطلب، که البته پسران دیگری هم داشته، بت پرست بود. پسران خودش رو بر نام بتان میگذاشت. عبد یعنی بنده، خدمتگزار، خدمتگزار بت منات، چون بسیاری از مسلمانان میخوان عبدالمطلب رو هم خداپرست نشان بدن. نه، اینطور نیست. از نام فرزندان شما میتونید تا حدود زیادی بفهمید که تفکر یک انسان چگونه است. مادر او هم فاطمه هست، دختر اسد. نام علی هم که حالا اختلاف هست در مورد اینکه مادر او نام او رو حیدره یا اسد گذاشت که نام پدرشه، اما بعدا ابو طالب رو تغییر داد. برخی ها که نگاه برون دینی دارن معتقدن که نه، این نام برگرفته از ایلیا که یکی از اون انتحال شده های نام انبیای یهودی مسیحی است بر نام او. بنابراین هر چیزی که در نظر بگیریم، در درون خانواده به دنیا میاد که سه برادر بزرگتر از خودش داره، طالب، عقیل و جعفر، که اینا ظاهرا 10 سال با هم اختلاف داشتن. ابو طالب عقیل رو بیشتر از همه دوست داشته و زمانی هم که در یک فقر به سر می برد، محمد و عباس آمدن به نزد ابو طالب که شما چند تا از این بچه هاتو به ما بده. پس این نشان میده که ابو طالب ثروت نداشت. اینکه بعدها علی صاحب ثروت میشه حاصل میراث پدری نیست. شما گاهی با مسلمانان که بحث میکنیم از ثروت علی نام میبریم و میگیم خب شما به ما بفرماییشون از کجا آورده. اونهایی که میخوان از جهل مخاطب سوء استفاده کنن میگن آقا اینا دارایی پدریست، در حالی که نه، ابو طالب ثروت نداشت، شیخ محترمی بود، اما داره ثروت نبود. به همین دلیل زمانی که مشکل مالی پیدا کرد، محمد و عباس به نزد ابو طالب میرن که دوتا از فرزندان او رو بیارن در خانه خودشون که کمی از مخارج ابو طالب کم بشه. محمد علی رو میاره و جعفر توسط عباس به حالا فرزند خواندگی و کسی که سرپرستیش رو به عهده داره پذیرفته میشه. پس میبینیم که علی از سن 6 سالگی داره در خانه محمد زندگی میکنه، یعنی دقیقا تربیتش داره در درون یک ایدئولوژی شکل میگیره. ما فهم کنیم چرا علی این گونه هست، باید ببینیم بستری که او زندگی کرده، زیست کرده چگونه است. خب ادعا کردن که علی در کعبه به دنیا آمد، یعنی زمانی که فاطمه دختر اسد به دنبال وضع حمل بود، جایی رو پیدا نکرد، رفت و دید که یک کعبه درش باز میشه یا شکافته میشه و ایشون میره داخلش. خب این داستان دروغین است، به این دلیل که اولا سابقه این داستان برمیگرده به شخصی به نام حکیم ابن حزام. حکیم ابن حزام برادرزاده خدیجه بود، زن محمد، و آدم محترمی هم بود که معتقدن اکثر منابع تاریخی و ادبی البته که حکیم ابن حزام هست که در کعبه به دنیا آمده، نه علی. اما خب این عادت فرقه های اسلامی است که هر چیز خوب رو میخوان به خودشون نسبت بدن. در درون ایدئولوژی ها همیشه اوصافی بار میشه. شما اگر در مورد محمد، علی، ابوالفضل، حسین هر کدوم اینا تحقیق بکنید، میبینید که یه ویژگی هایی نزدیک به اونها رو مثلا پادشاهان دیگر، انبیای دیگر، مصلحان اجتماعی دیگر داشتن.
و خب داستان نویسان و دلایل نگاران و افرادی که خواستن این شخصیت ها رو برجسته کنن، ویژگی های اون شخصیت ها رو گرفتن و به این شخصیت ها وصل کردن. مثلا اون رشادت ابوالفضل مثلا در کربلا، خب دو دست او بریده شد، همچنان پرچم رو داشت اینا. خب ما میبینیم این داستانی است که در جنگ احد هم به کار رفته، برای برده بنی عبدالدار که او پرچمدار بود، یه دستش رو بریدن با دست دیگر گرفت و دست دیگر رو بریدن با بازوان خودش نگه داشت اینا. بعدا شیعیان این داستانها رو به امامان خودشون هم نسبت دادن و اینها خیلی زیاده. یعنی اگر کسی نگاه تطبیقی بندازه به شخصیت‌های تاریخ اسلام، کاملا از این شباهت‌ها میتونه ببینه که بین علی با خیلی از پهلوانان قدیم مثلا شباهت‌هایی وجود داره. اگر کسی سخنور بود، بسیار از ریشه های سخنان او برمیگرده به خطیبان و مبلغان و سخنوران گذشته. و این مشکل بزرگ تاریخ نگاری اسلامی همینه، غلوف شدن و انتحال بسیاری از آثار و ویژگی های افراد دیگه به یک شخص دیگر. در مورد علی هم خب طبیعی است خیلی غلوف شده، به خصوص زمانی که علی به خلافت میرسه، چون آدم ناشناخته ای بود علی، یعنی در کوفه کسی علی رو نمیشناخت به غیر از یه سری افراد شاخص، چون اینا جهادگرانی بودن که به مناطق ایران آمده بودن، غالبا یمنی بودن. و بعد از فوت پیامبر اسلام که 2 سال ابوبکر خلافت کرد، 10 سال عمر، 13 سال عثمان، دیگه نشانی از علی نبود به معنای خاص، مگر برخی از اون صحابه کبار مثلا علی رو میشناختن، افراد دیگر نمیشناختن او رو. و بعدها برای او خیلی جنبه های قلوب آمیز ساختن، بخشیش رو هم از فرهنگ ایرانیان وام گرفتن و به علی نسبت دادن. به همین دلیل در مورد شخصیت علی خیلی قلوب شده و اگر دقت نکنیم خب دوچار این خطاها خواهیم شد. حتی کار قلوب به جایی رسیده که برای او علم لدنی و اسمت و این چیزها هم ساختن، هیچ نسبتی با زندگی انسان که نداره، هیچ با زندگی خود علی بن ابی طالب هم نداره که ما به مرور به اون خواهیم پرد. بنابراین این داستان که علی در کعبه به دنیا آمده به نظر میرسه از این بابت نادرسته که از حکیم ابن حزام انتحال شده و به علی نسبت دادن. دومین مشکل این است که خب ما در اخبار مکه، کتابی که مثلا ابوالولید ازرقی و دیگران نوشتن، میخونیم کعبه یک ساختمانی بود که خیلی مهندسی ابتدایی داشت، یعنی یک خانه چهارگوشه‌ای که یک سنگی مثل حجرالاسود آنجا وصل بود، افراد می آمدن نزورات خودشون رو در اونجا قرار می دادن و این رسم بود در میان اعراب. و یکی از کارهای ویژه‌ای که عبدالمطلب انجام داد که در تاریخ قریش برجسته است، این که سعی کرد با جمع‌آوری بتان قبایل مختلف، یعنی موافقت مثلا قبایلی رو جذب میکرد که شما هم یک بتی رو به عنوان نماینده در این خانه مقدس بذارید. اونا هم استقبال میکردن چون جای محترمی بود. و بعد این تبدیل شد به یک مرکزی برای عبادت و این حاصل درایت عبدالمطلب بود. به همین دلیلی که ما مسئله حج رو به شکل ویژه از زمان عبدالمطلب داریم. قبل از اون مراسم حج برگزار نمیشد به این معنا که مردم از مراکز مختلف، از طائف، نجران، یمن، جاهای دیگه بیان، یا از شمال در مدینه و جاهای دیگه، و بیان و مکه رو طواف بکنن، چون مکه جای خیلی پرت و بیابانی بود، تا چاهایی هم نداشت که برای زیستن مردم مناسب باشه. عبدالمطلب دو تا ویژگی شاخص داشت. یکی تشخیص چاه بود که در اون زمان نزد اعراب خیلی اهمیت داشت. به همین دلیل عبدالمطلب رو می بردن در مراکز دیگری، به خاطر اون شمی که داشت میتونست تشخیص بده که مثلا این منطقه در زیر زمینش آب هست یا نه. چاهای زیادی به عبدالمطلب منتسبه، برخی از اونها در حوالی مدینه، برخی در حوالی طائف، و در مکه هم چاه زمزم رو مثلا میتونید ببینید. این ویژگی رو اگر کسی اون زمان داشت، احساس میکردن یه دانش خاصی داره. اینا برای عرب اون زمان اتوریته بود، الهام بخش بود و او رو در صدر می نشاندن. یکی از دلایل محبوبیت عبدالمطلب همینه. دومین دلیلش کارایی که داشت، یعنی سعی کرد کعبه رو تبدیل بکنه به یه مرکزی برای عبادت.
بعدها خیلی از همین نسخه استفاده کردن، قم و مشهد و نمیدونم کربلا و جاهای دیگه رو تبدیل بکنن به یک جنبه های خاصی. عبدالمطلب این کار رو کرد با جذب بتان قبایل مختلف و ایجاد مراسم یا موسم حج، یعنی یه مراسم و مناسکی هم داشته باشیم، زمانی هم داشته باشیم برای اینکه همه ساله مردم در این زمان بیان برای یک عبادت جمعی. خب کعبه یک ساختمان ساده بود، بنابر منابع تاریخی این نزوراتی که در درون کعبه قرار میدادن چون سقف نداشت، دیوارش هم اندازه قامت یه انسان بود، اینا رو ابوالولید ازرقی آورده در اخبار مکه، خیلی وارد میشدن و میدزدیدند اون اشیای گران قیمت یا خوراکی ها یا هر چیزی که برای کعبه گذاشته بودن، که اتفاقا یکی از اونها یکی از بردگان بنی ملیح بود که آمد در کعبه دزدی کرد، او رو گرفتن، ولید ابن مغیره دستور داد انگشتاشو ببرید. همین بعدا در قرآن آمد و تبدیل شد به این که کسی که سارقه دستشو ببرید. یعنی این آیه قرآن که قطع دست سارقه یک حکم امضایی است، یعنی اسلام رو تأسیس نکرده، امضا کرده، تایید کرده. حالا کی این حکم رو داده؟ یکی از مخالفان سفت و سخت اسلام، یعنی ولید ابن مغیره. حالا شما قرآن رو که میخونید میگه این بر اساس علم خداست، داره که علم خدا نیست. ولید ابن مغیره اولین کسی بود که دستور داد دست سارق رو ببرید چون از کعبه سرقت کرد. بعد این وارد احکام اسلامی شد و جالب اینه که امروز در ایران ما داره اجرا میشه. ادبار رو شما دقت کنید از کجا آمده؟ ریشه یک حکمی که امروز یک جوانی رو از زندگی ساقط میکنه حاصل تصمیم ولید ابن مغیره در مورد یک برده است از بنی ملیح که از کعبه سرقت کرده. خب بعد ها تصمیم میگیرن که این کعبه رو که با این وضع هست و با آمدن سیل و اینها تخریب هم شده بازسازی بکنن. پس حکیم ابن حزام میتوانسته مادرش بره در درون کعبه، اما زمان علی دیگه کعبه بازسازی شده بود، دری براش ساختن، کلیدش رو به بنی عبدالدار دادن و گروه های مختلف از بنی طلحه که شما این دیگه این خانه رو نگهداری بکنید. خب من فکر کنم وقت برنامه‌مون هم تمام شد، در نوبت آینده این مسائل رو ادامه خواهیم داد که بتونیم از برنامه‌های زندگانی علی ابن ابی طالب و پیرامون مسائلی که هست مطلع بشیم. سپاسگزارم از آقای شهرتی عزیز و تلویزیون فارس. تا هفته آینده روز سه‌شنبه که دوباره برنامه چهارم رو خواهیم داشت، موفق و پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در